آخرین وداع عزاداران با بوریس یفیموویچ نمتسوف، سیاستمدار 55 ساله که 5 روز پیش هنگام عبور از پلی نزدیک میدان سرخ مسکو و مقر حکومت روسیه با گلوله فرد یا افراد ناشناسی کشته شد. روز سه‌شنبه صدها نفر در هوای سرد مسکو برای آخرین دیدار با بوریس نمتسوف صف کشیده بودند، فردی که فعالترین و محبوبترین مخالف ولادیمیر پوتین شمرده می‌شد و برخی از آگاهان معتقدند کشته شدنش هزینه سیاسی زیادی برای رئیس جمهوری روسیه خواهد داشت. از جمله شرکت کنندگان در این مراسم آرکادی دیوارکوویچ، معاون نخست وزیر روسیه، جان تفت، سفیر آمریکا و جان میجر، نخست وزیر سابق بریتانیا بودند. جان میجر معتقد است آقای نمتسوف خصوصیاتی داشت که او را از بسیاری از دولت مردان روسیه متمایز کرده بود. به حاکمیت قانون و آزادی بیان اعتقاد داشت و در یک کلام از آزادی حمایت می‌کرد و مخالف چیزهای بسیار مهمی مانند تجاوز، سرکوب و فساد بود. بوریس نمتسوف که تقریباً یک دهه پیش معاون نخست وزیر روسیه بود، جمعه بر اثر 4 گلوله که از پشت به او اصابت کرد، در جا کشته شد و قرار است که سه‌شنبه به خاک سپرده شود. دوست دخترش که در آن زمان با او بود، تنها شاهد عینی این جنایت بوده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن بوریس نمتسوف را محکوم کرد و بلافاصله کمیته‌ای را مأمور تحقیق در مورد این حادثه کرد. اما آشنایان و حامیان مقتول میگویند آقای نمتسوف قربانی فضا یا جوی ترسالود در روسیه شده که هر مخالفتی با آقای پوتین را به اشکال مختلف سرکوب میکند. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.